جنگ دیپلماتیک کشورهای غربی بر سر ایران. آمریکا می‌خواهد 12 شب مکانیسم ماشه را فعال کند. اروپا اما می‌گوید معافیت‌ها را لغو نخواهد کرد. از مهمانان برنامه می‌پرسم فعال شدن مکانیسم ماشه بر زندگی مردم چه تأثیری دارد؟ آیا این کار آمریکا قانونی است؟ در ادامه برنامه امشب خبرهایی رسیده که برخی از قاچاقچی‌ها دارن دارو رو میبرن به کشورهای همسایه. حالا اونجا ممکنه همزمان با پر شدن ظرفیت بسیاری از بیمارستان‌ها در ایران، مقامات نگران قاچاق و تحریم واردات دارو و واکسن هستند. سوگواری برای الهام بخش‌ترین قاضی زن آمریکا. در گذشت نابهنگام قاضی سرشناس دیوان عالی بر انتخابات ریاست جمهوری سایه انداخته. اگه خواهر تو زن فاطمه زهره گلوله حرام نکن کتب اینجوری کرده برو بابا تانک های عراق داشت میامد و 40 سال بعد از جنگ ایران و عراق روایت زنانی که در خط مقدم بودند چرا سهم آنها در جنگ دیده نشد؟ شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. بر اساس ادعای آمریکا تا ساعتی دیگر همه قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران که پیش از برجام تصویب شده بودند بار دیگر لازم الاجرا خواهند بود، ادعایی که اعضای دیگر برجام رد کردند. در تازه ترین واکنش 3 عضو اروپایی برجام اعلام کردند با وجود مخالفت آمریکا معافیت ایران از تحریم های سازمان ملل متحد لغو نمی شود. اما آمریکا همچنان بر موضعش پافشاری کرده و میگوید بر اجرای این قطعنامه ها و مفاد تحریمی آنها نظارت خواهد کرد. آیا آمریکا به تنهایی میتواند تحریم ها را برگرداند؟ هستند کسانی که میگویند نباید قدرت اعمال نفوذ آمریکا را دست کم گرفت. این اقدام چه معنایی برای مردم ایران دارد؟ بیشتر به این موضوعات میپردازیم. اول گزارشی ببینیم از کیوان حسینی. ماجرا از سال 1385 آغاز شد. 4 سالی از لو رفتن برنامه هسته‌ای توسط سازمان مجاهدین خلق گذشته بود و آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای میگفت که ایران همکاری نمی‌کند. وقتی زور آژانس به ایران نرسید، پرونده به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع شد. مرداد ماه سال 85 بعد از ماه‌ها گمان زنی و هشدار به ایران، شورای امنیت تشکیل جلسه داد. مسئله کلیدی غنی‌سازی اورانیوم در ایران بود و شورای امنیت بایست برای اختلاف ایران و آژانس تصمیم می گرفت. در این جلسه چین و روسیه با تحریم ایران مخالف بودند. در این روز نخستین قطعنامه شورای امنیت علیه ایران صادر شد. در آن از ایران خواسته شد که غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند و به درخواست‌های شورای حکام گوش کند. همچنین از باقی کشورها نیز خواسته شد تا تجهیزات مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم به ایران نفرستند. و شورای امنیت اعلام آمادگی کرد که ایران را تحریم خواهد کرد. اما ظرف کمتر از 6 ماه پرونده ایران دوباره به اینجا بازگشت. سوزان رایس نماینده وقت آمریکا در سازمان ملل به شورای امنیت گفت که ایران همچنان با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری نمی‌کند. این بار دیگر چین و روسیه هم از ایران حمایت نمی‌کردند. دومین قطعنامه شورای امنیت علیه ایران تصویب شد و قطار تحریم‌های جهانی ایران به حرکت درآمد. در این قطعنامه فهرستی از سازمان‌ها و افراد مرتبط با برنامه هسته‌ای و موشکی ایران تحریم شدند. همچنین به شکل الزام‌آور از ایران خواسته شد تا پروژه‌های مرتبط با راه‌اندازی راکتورهای آب سنگین را متوقف کند. از ایران خواسته شد که به پروتکل الحاقی بپیوندد و از کشورهای جهان هم خواسته شد تا تجهیزات مرتبط با برنامه موشکی به ایران ارسال نکنند. در این زمان بود که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری وقت ایران قطعنامه‌های شورای امنیت را کاغذ پاره خواند و تبلیغات دولتی مبنی بر اینکه غنی‌سازی اورانیوم در ایران متوقف نخواهد شد اوج گرفت. I invite the representative of the Islamic Republic of Iran to take a seat at the council table. برای شورای امنیت اما بی‌اعتنایی ایران به قطعنامه ها و تحریم ها یک معنا بیشتر نداشت. اینکه هر پله با صدور قطعنامه ای تازه بر دایره فشار بر ایران اضافه کند و دامنه تحریم ها را گسترش دهد. بدین ترتیب ظرف 3 ماه 3 قطعنامه علیه ایران در شورای امنیت تصویب شد.
قطعنامه‌ای شامل تحریم‌های بیشتر که این بار ادوات و تجهیزات پیشرفته نظامی را هدف می‌گرفت و همچنین فهرستی از 28 سازمان و فرد جدید در آن قرار داشت که حساب‌ها و دارایی‌هایشان مسدود شد. در این قطعنامه از کشورهای جهان خواسته شد تا از همکاری مالی با ایران خودداری کنند و از ایران هم خواسته شد تا به یک توافق هسته‌ای همه جانبه تن بدهد. من بارها میگویم واکنش ایران تبلیغات بیشتر و اصرار بر ادامه برنامه هسته‌ای بود. ملت ایران از حقوق هسته‌ای خود ذره‌ای عقب نشینی نخواهد کرد. جشن‌های هسته‌ای و حضور رئیس جمهور در تلویزیون برای اعلام خبر خوش هسته‌ای به ترجیع بند تکراری این تبلیغات در سال 86 تبدیل شد. در نتیجه همانطور که پیش‌بینی می‌شد در آخرین روزهای این سال شورای امنیت یک بار دیگر قطعنامه‌ای علیه ایران صادر کرد. چهارمین قطعنامه دقیقاً یک سال بعد از سومین قطعنامه صادر شد و در آن سفر بین‌المللی گروهی از افراد مرتبط با برنامه هسته‌ای محدود شد. سازمان‌ها و افراد بیشتری در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. اقلام بیشتری هم در این فهرست قرار گرفتند. موادی که مورد نیاز برنامه موشکی و هسته‌ای توصیف می‌شد. به کشورها اجازه داده شد تا همه پروازهای شرکت ایران ایر و کشتی‌های گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را بازرسی کنند. کمتر از 4 هفته بعد از این قطعنامه، دولت ایران بار دیگر تبلیغاتی برای خبر خوش هسته‌ای آغاز کرد و از راه‌اندازی سانتریفیوژهای بیشتر در نطنز خبر داد. قطعنامه پنجم حدود 6 ماه بعد از قطعنامه چهارم در شورای امنیت تصویب شد و این بار گویی این شورا دیگر ابتکار عمل بیشتری برای فشار در دست نداشت. قطعنامه پنجم تنها قطعنامه بود که خارج از فصل هفتم صادر شد بدون تحریم های بیشتر و تنها تأکیدی بر اجرای 4 قطعنامه پیشین و تلاش شورای امنیت برای حل مسالمت آمیز مسئله. استراتژی ایران کماکان نادیده گرفتن قطعنامه ها بود و البته انتشار تصاویری از این دست، تصاویری که نشان میداد برنامه موشکی ایران متوقف نشده و خبری از عقب نشینی هم نیست. سران کشورهای غربی در شورای امنیت بیش از هر زمانی در تلاش بودند تا به گفته خودشان جلوی ساخت بمب اتمی در ایران را بگیرند. 2 سال بعد از آخرین قطعنامه، شورای امنیت بار دیگر برای بررسی پرونده ایران تشکیل جلسه داد. جلسه ای که به تصویب قطعنامه معروف 1929 منجر شد. 12 votes in favor. 2 votes against. در این قطعنامه که آخرین قطعنامه پیش از برجام محسوب می شود، تحریم ها به شکل قابل ملاحظه ای افزایش یافت. تحریم تسلیحاتی کاملی برقرار شد. برنامه توسعه موشک های بالستیک ایران ممنوع اعلام شد. اختیارات کشورهای مختلف برای بازرسی کشتی های ایرانی به شدت افزایش یافت. نام شرکت ها و افراد بیشتری به فهرست تحریم ها اضافه شد. کشورها ملزم شدند در صورت کشف موارد دور زدن تحریم آن موارد را به شورای امنیت گزارش بدهند و همچنین دولت ها موظف شدند از شهروندانشان در سراسر جهان بخواهند که در معامله با ایران محتاط باشند و همگی روابط مالیشان را با ایران محدود کنند. تحریم های سنگین این 6 قطعنامه تا این روز بر ایران اعمال شد، روزی که اعلام شد ایران و قدرت‌های جهان بر سر برجام توافق کردند. اندکی بعد در شورای امنیت قطعنامه جدید به نام قطعنامه 2231 تصویب شد که در آن همه 6 قطعنامه قبلی تعلیق شد. اما در همین قطعنامه بندهایی وجود داشت که اگر ایران برجام را اجرا نکند همه قطعنامه‌های قبلی باز خواهند گشت، همان که به گزینه ماشه معروف شده و حالا آمریکا مدعی است که آن را فعال کرده و از ساعت 1 بامداد روز یکشنبه همه قطعنامه‌های قبلی لازم الاجرا هستند. در بین این قطعنامه‌ها مهمترینشون قطعنامه 1929 هستش که در واقع در تاریخ 9 ژوئن سال 2010 به تصویب رسید و ترکیبی از تحریم‌های قدیمی و جدید رو بر ایران اعمال می‌کنه. جمهوری اسلامی رو ملزم می‌کنه که تمام فعالیت‌های غنی‌سازی و فرآوری مجدد اورانیوم رو به حالت تعلیق در بیاره و در واقع به طور کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری بکنه. مجازات هایی هم که برای عدم همکاری ایران در نظر گرفته شده بود در این قطعنامه این دفعه به مراتب متفاوت هست و خیلی بیشتر هست. فشار بیشتری بر شرکت ها و فعالیت های اقتصادی سپاه پاسداران مخصوصا وارد میکنه
اعمال فشار بیشتری بر بخش خدمات بازرگانی هست، بازرگانی و مالی ایران هست و صنعت حمل و نقل و کشتیرانی کشور رو هدف قرار میده. اما تفاوت کلیدی این دوره با دوران پیشین تحریم‌های سختگیرانه شورای امنیت این است که استدلال آمریکا برای بازگشت این 6 قطعنامه از سوی جامعه جهانی رد شده و دیگر امضا کنندگان برجام و اعضای دائمی این شورا میگویند که این قطعنامه‌ها همچنان معلق خواهند بود. کیوان حسینی، بی بی سی. مهدی نوربخش، استاد روابط بین الملل در دانشگاه هریسبرگ در پنسیلوانیای آمریکا با ماست. آقای نوربخش، خوش آمدید به برنامه. ابتدا از اینجا شروع بکنیم که آیا آمریکا به تنهایی قادر به چنین اقدامی هست؟ جواب به این سوال، سلام بر شما و شنوندگان، بله هست و نه. نه به تعبیر این که هیچ کشوری در دنیا با آمریکا همکاری نخواهد کرد که این تحریما رو اعمال بکنه، اما بله به این تعبیر که آمریکا خودش به تنهایی میتونه که بعضی از این تحریما رو اعمال بکنه. به عنوان مثال، و این در دنیای کاملا بیقانونیه که آمریکا دارد به اون دامن میزنه، در رابطه بین الملل میتونه صورت بگیره. به عنوان مثال، آمریکا میتونه که در آبهای آزاد دنیا، آبهای بین المللی، کشتی‌های ایران رو متوقف بکنه. این کارهایی است که آمریکا میتونه بکنه و حمایت مخصوص کشور اروپایی هم نیاز نداره. اینه که کشور اروپایی با آمریکا همکاری نخواهند کرد، اما آمریکا خودش میتونه که بعضی از این مفاد رو به کار بگیره و اعمال بکنه. اگر که این اتفاق بیفته، چه معنای ملموسی در زندگی مردم ایران داره؟ آیا شرایط از این که هست بدتر میشه؟ ولی به نظر من بدتر میشه از این نظر. الان حداقل ایران یه چیزی معادل تا 200 هزار بشکه نفت میتونه بفروشه در بازار جهانی. باز کارهای دیگه ایران الان داره انجام میده که اگه آمریکا تصمیم بگیره که جلوی اونها رو بگیره، به عنوان مثال کمپانیایی که به شکل‌های مختلف الان به طور مخفی با ایران همکاری میکنن در زمینه‌هایی، اگه لیست اینها رو دو روز دیگه آمریکا بیرون بزنه و برای اینها مشکلاتی ایجاد بکنه، بدون شک برای ایران مشکلات ایجاد خواهد کرد. گفتم کشورهای اروپایی با ایران همکاری، با آمریکا همکاری نمیکنن، اما آمریکا خودش به تنهایی میتونه که بعضی از این تحریم‌ها رو اعمال بکنه و میزان فشار رو بر کشور ما افزایش بده. ولی فرضاً اشاره کردید به این 200,000 بشکه، 200,000 بشکه به هر حال ایران با سختی فراوان و دور زدن تحریم‌ها داره میفروشه. آیا آمریکا میتونه کاری بکنه که امکان همین میزان دور زدن تحریم‌ها از ایران رو هم بگیره؟ والا به نظر من امکان اون هست، امکان اون که یه کشورهای ثالثی، دولت ایران، کشورهای ثالثی که این رفت رو میخرن، دولت آمریکا به طور مشخص تحریمایی رو وضع بکنه روی این کمپانیای مخصوص، بله امکانش کاملا وجود داره. اینه که در دنیای زندگی میکنیم که هر بار آمریکا نهادهای مالی بین‌المللی زیر دست و کنترل خودش داره، میتونه که به هر بار در این دنیایی که هیچ قانون خیلی منسجمی وجود نداره، آمریکا بله دست به این کارا میتونه بزنه. کمتر از 50 روز مانده به انتخابات آمریکا، چقدر در این فاصله کوتاه اصلا مهمه و میشه جدی گرفت این اقدام آمریکا رو با توجه به اینکه ممکنه به هر حال قدرت به دست دموکرات‌ها بیفته در آمریکا؟ والا توی نمیدونم علوم سیاسی حداقل همه ما یاد گرفتیم که به فکر هر دو تا آلترناتیو بعد بود، در این که آقای بایدن بسیار از آقای ترامپ الان جلو هست در صحنه انتخابات آمریکا، اما هرگز نباید فراموش بکنیم که امکان این هست که ترامپ مجددا انتخاب بشه، و اگه ترامپ مجددا انتخاب بشه در آمریکا، شرایط بسیار بر ایران مشکل تر خواهد شد. ببینید، یکی از بحثایی که کشورهای اروپایی دارن غیر از بقیه بحث، به سه دلیل کشورهای اروپایی در مقابل آمریکا ایستادن: یکی میخوان برجام رو حفظ بکنن، دوم میخوان که جلوگیری بکنن از اینکه یک کشوری در این دنیایی که هر بار نرمهایی هست، ارزشهایی هست، نهادهای بین‌المللی هستن، به تنهایی یک جانبه نتونه این نرمها رو زیر پا بگذاره، و سومین چیز در حقیقت اینه که کشور اروپایی دنبال گوشمالی دادن یا به تعبیری مقابله کردن با راست افراطی دنیا هستن. این که کشور اروپایی بتونن در آینده کاری انجام بدن، متاسفانه مثل گذشته نمیتونن خیلی در مقابل آمریکا بایستن، و اگه ترامپ انتخاب بشه در دور دوم که معمولا رئیس جمهوران آمریکا آنچنان محدودیت هایی ندارند،
میتونه که هر بار شرایط رو بسیار دشوارتر بکنه. و یکی از مشکلاتی که کشورهای اروپایی به اون اشاره میکنن اینه که ترامپ دنبال برجام دومی میگرده که شرایط در اون بسیار راحت تر بشه که یک کشور مثل کشور آمریکا بتونه تحریما رو بر ایران برگردونه. یکی از دلایل این که اروپایی‌ها نمیخوان پای برجام دومی برن اینه که آمریکا اون شانس رو پیدا نکنه و یه همچی در حقیقت قرارداد بین‌المللی امضا نشه. متشکرم مهدی نوربخش، استاد روابط بین‌الملل. ممنون. مارک فیتز پاتریک، پژوهشگر ارشد مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک از واشنگتن با ماست. آقای فیتز پاتریک، خوش آمدید به برنامه. اساسا این اقدام آمریکا چقدر قانونیه؟ صدور یک بیانیه به خودی خود غیرقانونی نیست، اما هیچ کشور دیگری مگر اینکه کشور خیلی کوچک وابسته به آمریکا باشه هم نظر با آمریکا در این زمینه. برای همین هیچ کدوم اینها موافق نخواهم بود که این اقدام آمریکا قانونیه یا نه. اما اینکه قانونی هست یا نه واقعا سوال اصلی نیست. بحث یک بحث سیاسی است. آیا کشورها همراه آمریکا خواهند شد یا نه؟ این سوال اصلی است. آیا همراه آمریکا خواهند شد؟ Firms around the world already. شرکت‌های مختلف در سراسر دنیا از همین الان نگران این هستند که خزانه‌داری آمریکا رو از خودشون دلخور بکنن. برای همین از همین الان صنایع و شرکت‌های زیادی خودداری میکنن از تجارت با ایران، هرچند دولت‌ها در اون کشور که شرکت‌ها قرار دارن هم پرهیز میکنن تجارت. در حال حاضر هم وضعیت همینه. الان ما داریم راجع به فروش و خرید سلاح صحبت میکنیم. به هر حال هیچ کشور اروپایی که به ایران سلاح نمیفروشن. چین و روسیه هم میخوان به ایران سلاح بفروشن، ولی اونها هم صبر خواهند کرد تا انتخابات آمریکا انجام بشه و چه بسا شرایط عوض بشه. چقدر اساسا چین و روسیه فکر میکنید ممکنه نگران واکنش احتمالی آمریکا باشن با توجه به اینکه روابط هر دو کشور با آمریکا در سالهای گذشته روابط پرتنشی بوده؟ خیلی از شرکت‌ها و خیلی از شرکت‌های روسی و چینی به هر حال با آمریکا داد و ستد نمی‌کنه. برای همین چیزی از دست دادن ندارن اگه آمریکا اونا رو محروم بکنه از بازارهای خودشون رو. اما شرکت‌های بزرگ چینی و روسی با آمریکا داد و ستد دارن و اونها هستن که باید نگران باشن. اما مجموعاً من فکر کنم چین و روسیه خیلی نگران این گونه موضع‌گیری ها و بیانیه های آمریکا نیستن. اونها متوجه شدن که ایالات متحده آمریکا بیش از پیش بر سر این مسئله به انزوا کشیده شده و این به نفع اونها هم است که این رو ببینن و دنیا هم ببینه. ایران چه کار میتونه بکنه؟ آیا امکانی داره که فرضاً به دادگاه لاهه شکایت بکنه از آمریکا؟ من فکر نمی کنم ایران با رفتن به دادگاه لاهه چیز زیادی رو به دست بیاره یا مثلا بخواد ادعا بکنه که آمریکا داره مجرمانه رفتار میکنه. این نظر کسی رو در آمریکا عوض نخواهد کرد و هیچ تأثیر عملی هم در دنیا نخواهد داشت. شاید یه تأثیر سیاسی در داخل خود ایران داشته باشه اگه مثلا اینطور دیده بشه که دولت ایران داره یک اقدام حقوقی علیه آمریکا میکنه، اما عملا هیچ جای دیگه ایش تأثیری نخواهد داشت. شرکت ها و کشورهایی که از عصبانی کردن آمریکا میترسیدند، فکر میکنید که در همین سالها کنار نکشیدند از همکاری با ایران، آیا اقدام امروز آمریکا میتونه تأثیر عملی داشته باشه برای اونها؟ خیر، تأثیری نخواهد داشت. اقدام امروز آمریکا هیچ تأثیر عملی نخواهد داشت. شرکت های چینی و روسی که میخوان به ایران سلاح بفروشن خب صبر میکنن انتخابات آمریکا تموم بشه. اگر پرزیدنت ترامپ دوباره در انتخابات برنده بشه اون موقع اقدام امروز آمریکا یک سری عواقب خواهد داشت، برای که شرکت های چینی و روسی در اون صورت باید سبک سنگین بکنن
ببینن که امکان داره آیا آمریکا اونها رو تحریم بکنه یا نه، مجبور بشن مثلا شرکت‌های سوری درست بکنن که در خود آمریکا داد و ستدی ندارن ولی از اون طریق بخوام به ایران سلاح بفروشن. برای همین در دراز مدت یه تأثیراتی رو میتونه داشته باشه و ایران هم نتونه همون سلاحی که بخواد به دست بیاره. اما ایران به هر حال اونقدر پول نداره که بخواد سلاح خاصی بخره، برای همین در کوتاه مدت و میان مدت من فکر نمی‌کنم تأثیری داشته باشه. سوالی که برای خیلی از بینندگان ما که در ایران دارن این برنامه رو تماشا می‌کنند اینه که آیا در زندگی روزمره و سختی‌های شدید اقتصادی که دارن تجربه می‌کنند آیا تغییری حاصل میشه؟ ممکنه وضع بدتر بشه؟ من فکر میکنم همین الانش هم وضعیت برای مصرف کننده ایرانی خیلی بد شده، چرا که اونها از داد و ستدهای بین المللی محروم شدن، چون آمریکا داره تحریم‌های ثانوی رو علیه خیلی شرکت‌های دیگه اعمال میکنه که با ایران داد و ستد میکنن. اقدام امروز آمریکا این رو عوض نمیکنه. سوال اصلی اینه که آیا انتخابات آمریکا شرایط رو عوض میکنه یا نه. جو بایدن گفته که اگر ایران مجدداً به تعهداتش در توافق هسته‌ای در برجام عمل بکنه، او ایالات متحده آمریکا هم به برجام باز خواهد گشت. اون موقع مطمئنم که اوضاع برای مردم ایران خیلی بهتر خواهد شد، تحریم‌های ثانوی کاهش پیدا خواهد کرد و تجارت خارجی ایران مجدداً رشد خواهد کرد. متشکرم. مارک فیتزپاتریک، پژوهشگر ارشد مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک. همسر نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر زندانی در ایران، خبر داده که او به علت مشکلات قلبی از زندان اوین به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شده و در CCU بستری است. خانم ستوده نزدیک به 40 روز است که در اعتراض به شرایط بقیه زندانیان دست به اعتصاب غذا زده. رضا خندان، همسر خانم ستوده، میگوید اعتصاب غذا او را دچار ضعف شدید جسمی کرده. نسرین ستوده به اتهاماتی مانند تبانی علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب و تشویش از خانه عمومی و اهانت به مقامات ارشد حکومت ایران به 33 سال حبس و 148 ضربه شلاق محکوم شده که بر اساس قانون مجازات اسلامی 12 سال آن باید اجرا شود. رضا خندان، همسر نسرین ستوده از تهران با ماست. آقای خندان، حال خانم ستوده چطوره؟ امروز همونطور که فرمودید از پیش از ظهر ایشون به خاطر اینکه حالش بدتر شده بود تا یه روزهای گذشته، امروز مشکلات قلبی هم پیدا کرده بود، بیمارستان طالقانی بخش اورژانس فرستادن. اونجا 3 بار دست کم نوار قلبی در طول روز گرفتن و وضعیت قلبش غیر عادی بود، یعنی نوارش دارای تغییرات قابل تفکری بود. علاوه بر ضعف شدید جسمی که ناتوان بود حتی از پایان بردن جملاتش، نمیتونست آخرش کامل صحبت کنه، یه مقدار مشکل میتونست به خاطر اینکه نفس کم می آورد، تجویز کردن که باید بستری بشه، دیگه در ساعت آخر گفتن که باید بره CCU بستری بشه. الان تو CCU بیمارستان همین طالقانی بستری شده و دارن اقداماتی انجام میدن، آزمایشات و چکاپ که ببینن مشکلاتش چی هست و چی کار باید کرد. آقای خندان، قبل از اینکه خانم ستوده رو به CCU ببرن آیا شما موفق شدید ببینیدشون؟ برای لحظاتی میتونستیم نزدیک بشیم، سعی میکردم مراقبت کنن خیلی نزدیک نشیم، ولی گاهی میرفتیم در حد یه جمله رد و بدل میکردیم. دیدارهای اینجوری بودون. ما امروز 10 دقیقه وقت تلفن داشتیم، بعد از مثلا هر چند روز یه بار 10 دقیقه تلفن داشتیم که لااقل اونو مفید استفاده میکردیم. امروز اون تلفن رو از دست دادیم، اما از نزدیک بعد از 7-8 ماه تونستیم که ببینیم برای لحظاتی، نه به صورتی که اجازه بدن، چون تعداد مامورا بسیار زیاد بود و جلوگیری میکردن از نزدیک شدن بهش. آیا هیچ نشانه ای از این هستش که ایشون قصد داشته باشن اعتصاب غذا رو بشکنن؟ اصلا این فرصت برای ما پیش نیامد که بتونیم راجع به چی موضوعی صحبت بکنیم. لحظاتی هم که نزدیک میشدیم خب چیزایی لازم بود که باید براش تهیه کنیم از فروشگاه های اونجا یا داروخانه. خیلی فرصت اصلا برای اینجور چیزا، این امکان پیش نیامد، علی‌رغم اینکه ما نزدیک 8-7 ساعت بیشتر اونجا بودیم. بسیاری از فعالان، آقای خندان، نگران این هستند که خواسته خانم ستوده اینقدر خواسته بزرگیه که خیلی بعید حاکمیت بهش تن بده و نگران وضعیت جسمی و جان خانم ستوده هستند.
حاکمیت میتونه 10 نفر 20 نفر رو شرایطشون الان کلی بیمارانی هستن که از نظر پزشکی قانونی باید اونا عدم تحمل خوردن و زندان نمونن، میتونن دست کم 10 نفر از اینها رو آزاد کنن، میتونن اونایی که شامل آزادی مشروط هستن، ما نمیگیم که کل زندانیان سیاسی ایران رو، خاصی خانم من اینه به طور نمادین این رو گذاشته که مطرح کنه موضوع رو، ولی میتونن یه تعداد افرادی رو که امکان آزادیشون هست این آزادیاشون رو بر اساس قانون و بخشنامه هایی که صادر شده آزاد کنن، به ویژه در مورد زندانیان بیماری که امکان ادامه زندان براشون میسر نیست. پس فکر میکنید که اگر که دست کم تعدادی از این زندانیان آزاد بشن خانم ستوده میشکنن حساب قضا رو؟ به هر حال با این شرایطی که الان براش پیش اومده اصلا امکان ادامهش نیست و بی نهایت هم نمیشه با سرم و نمیدن تو آی سی یو کسی رو نگهداری کرد. متشکرم از شما. رضا خندان همسر نسرین ستوده. خواهش میکنم. ممنون از شما. بر اساس اعلام وزارت بهداشت ایران 1149 مبتلا به ویروس کرونا در بیمارستان‌های این کشور بستری شدند و 166 نفر هم در شبانه روز گذشته درگذشتند. در جلسه امروز ستاد مقابله با ویروس کرونا رئیس جمهوری ایران از کم شدن توجه عمومی به رعایت ضوابط بهداشتی این کشور انتقاد کرد. در همین حال وضعیت واحد اورژانس بعضی از بیمارستان‌های تهران وخیم گزارش شده و گفته شده شمار زیادی در صف‌های طولانی منتظر بستری شدن هستند. علی همدانی با این گزارش. یک شرایط عادی عادی نمیتونیم. جلسه ستاد ملی کرونا در ایران، پایان تابستان و در آغاز فصل سرد، دفاع از تصمیمات دولت برای بازگشایی ها، برای برگزاری کنکور، برای برگزاری مراسم محرم و بازگشایی مدارس. این دوگان انگاری ها رو باید کنار بگذاریم که آیا سلامت یا معیشت؟ نه هر دو. آیا سلامت یا دیانت؟ نه خیر هر دو. آیا سلامت یا فعالیت اجتماعی؟ هر دو اینها باید مد نظر باشه. آیا سلامت یا آموزش و مهارت؟ این دوگانگی ها دوگانگی های نادرسته. همه این حرفا در حالی که ایران بار دیگر با شیوع گسترده ویروس کرونا روبروست که آن را موج سوم بیماری در این کشور توصیف کردند و انگشت تقصیر به طرف دولت اشاره رفته. همه باید این اصول و پروتکل رو تا زمانی که ما آقای روحانی هم از جمله مسئولیت را برگردن مردم انداخت و اینکه مردم ضوابط بهداشتی یا به گفته او پروتکل ها را کمتر از گذشته رعایت میکنند. مردم عزیز و بزرگوار ما در کشور مراعاتشون در هفته های قبل 82% بوده و این کاهش پیدا کرده، آمده به 62% رسیده. بسیار نگران کننده است. در حالی که بر اساس گزارش‌ها بیمارستان‌های اصلی در بعضی از شهرها از جمله در تهران بار دیگر پر شده از بیماران کووید 19، آقای روحانی از بازار سیاه و قاچاق دارو و تجهیزات پزشکی در ایران خبر داده. یعنی خبرهایی رسیده که برخی از قاچاقچی‌ها دارن دارو رو می‌برن به کشورهای همسایه، حالا اونجا ممکنه قیمتش گران‌تر باشه خیلی. وزیر بهداشت امروز خبر داده که یک به گفته او ایرانی تبار زرتشتی از هند به این کشور وعده فروش 20 میلیون دوز واکسن با قیمت پایین داده. سخنگوی وزارت بهداشت از ابتلای 3049 تن به کرونا در 24 ساعت گذشته خبر داد. بر اساس آمار وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته 166 نفر دیگر بر اثر کرونا جان باختند. افزایش شمار مبتلایان در ایران حدود 3 هفته پس از اصرار بر برگزاری مراسم مرتبط با عزاداری‌های ماه محرم و به گفته دولت سفرهای پایان تابستان. پایان کرونا در ایران نامعلوم. آنچه معلوم است بحران است در مدیریت بحران. علی همدانی. دکتر محمود رضا پورکریم متخصص ویروس شناسی از بلژیک با ماست. آقای پورکریم، چقدر میشه در کاهش حساسیت مردم به مسئله کرونا مردم رو مقصر دونست؟ چقدر عملکرد دولت و مقامات رو؟
سلام عرض شد خدمت شما و بینندگان خوبتون. ببینید ما 9 ماه از اپیدمی تقریبا در دنیا گذشته، چه فقیر چه غنی هر دو این کشورها غافلگیر شده. چیزی که تا الان سازمانهای بزرگ بهداشتی دنیا بهش رسیدن این استش که به واسطه این غافلگیری هیچ پروتکل از قبل تعیین شده ای برای کنترل بیماری وجود نداشته، تنها بر اساس شواهد و تجربیات بایستی اقدام کرد. 2 فاکتور مهم، یکی تجمعات و یکی سفرها، هر دو چیزهایی هستند که ما وقتی قرنطینه میکنیم جایی رو بر اون فشار میاریم و بر اون تاکید میکنیم. هر دوی این عوامل رو میشه عامل دونست برای اینکه ما به اینجا رسیدیم، نه تنها در ایران بلکه همین کشورهای اروپایی. اما نمیشه برای تجمعات پروتکل نوشت اما برای سفرها پروتکل ننوشت. ببینید ما همچنان که میدونیم که از اوایل اپیدمی سفرها باعث شد که ویروس وارد ایران بشه و سفرها باعث شد که ویروس توی دنیا پخش بشه، همین الان هم سفرهایی که انجام شده خودشون باعث پخش ویروس در کل کشور شده. ما پروتکلی برای سفرها نداریم، در حالی که کشورهای اروپایی که خیلی از ایران کوچیکترن، اندازه یک استان مثلا فارس هستن، اینجوری تعیین کردن که اگر کسی از کشورشون خارج بشه به مناطق نارنجی یا قرمز اروپا سفر کنه، هنگام برگشت بایستی اظهارنامه پر کنه، بایستی همون اول تست بده، 15 روز در قرنطینه بماند، روزی هم که از قرنطینه میاد بیرون باز دوباره تست بده. ما چنین پروتکل‌هایی رو متأسفانه در ایران نداریم. با یک ویروسی مواجه هستیم که بخش قابل توجهی از کسانی که مبتلا میشن اینها بدون علامت هستن و میان داخل جمعیت پخش میشن. اینها مهم هستش که ما پروتکل داشته باشیم. ببینید الان تنها کاری که میشود کرد این هستش که دولت به شمار تست های روزانش اضافه کنه و افراد اکتیو رو که مثبت هستن جدا کنه، قرنطینه کنه و کانتکت تریسینگ کنن، یعنی ردیابی کنن تماس این افراد رو، افرادی رو که با این عزیزان در تماس بودن طی 48 ساعت گذشته به صورت مستقیم و بدون ضوابط بهداشتی، تا بتونن یه مقدار بیارن پایین. موج دوم، موج سوم و موج‌های بعدی بسیار قوی‌تر هستن به دلیل این که ما اجازه دادیم ویروس به طور کامل در کشور و یا کشورهای دیگه پخش بشه. بعضی از مقام‌های ایران میگن که موج سوم در ایران شروع شده. از دید شما اساساً موج دوم پایان پیدا کرد که موج سوم شروع بشه یا ما کماکان شاهد موج دومیم؟ ببینید این رو من نمیتونم قضاوت کنم. ما اگر که میتوانستیم استان به استان آمارها رو میداشتیم، ما که اگر میتوانستیم تست های روزانه، تعداد تست هایی رو که ما در ایران داریم میگذاریم به صورت روز میداشتیم، قضاوت ما بهتر میبود. بله ما داریم حالا وارد یک پیک دیگری میشویم. این موج رو نمیشه گفت، این پیک رو نمیشه گفت حالا موج سوم هست یا ادامه همون موج دوم هست. بایستی روزها بگذره، هفته ها بگذره تا بتونیم در این مورد قضاوت کنیم. اون چه که الان مهم هست این است که ما غربالگری تست هامون رو به شدت افزایش بدیم و افراد آسیب پذیر رو از جامعه تا میتونیم جدا بکنیم. آقای دکتر، یه مشکلی که فقط هم صرف ایران نیست، ما همینجا هم شاهدش هستیم، اینه که مردم خسته شدن، میخوان برگردن زندگی عادیشون داشته باشن. بسیاری از جوانان مشخصن معتقدن که آقا این بیمار خطرناکه برای افراد مسن یا افراد آسیب پذیر. چطور میشه این حساسیت رو دوباره در جوانان ایجاد کرد؟ ببینید من معتقدم که با استفاده از میدیا، با استفاده از تلویزیون ها اینها رو روشن کرد، با استفاده از اینکه بشه افراد رو برد توی بیمارستان ها نشونشون داد از طریق همین میدیا، اینها چیزهایی است که دست میدیا هاست، دست کسانی است که استراتژی میبندن برای تلویزیون و رادیو و نشونشون بدن که چقدر بیماری وخیم هست، هیچ جای شوخی نداره. ما اصلا هیچ واکسنی تا الان نداریم، هیچ دارویی که بخوایم بگیم مؤثر هست برای این بیماری نداریم. واکسن رو اگر هم که تا اوایل سال آینده میلادی اجازه تولیدش داده بشه، اپروف بشه، باز تولیدش و مس پروداکشنش برای کل دنیا یا حدود 30-40% از دنیا بسیار کار عظیمی است، استراتژی خاصی میخواد، توزیعش و تزریقش، رسوندنش به خیلی از کشورها که دارن آسیب می‌بینن الان در خط اول
پاندمیک هستن، باز بسیار بسیار مشکل خواهد بود. این ها نشون میده که ما خودمون بایستی کنترل بکنیم و افراد جامعه وظیفه سنگینی، تک تکشون، چه اونهایی که متخصص هستن، چه اونهایی که به صورت معمول هستن، آدمای معمولی هستن، همه بار بزرگی رو به دوش دارن. متشکرم شما دکتر محمود رضا پورکریم، متخصص ویروس شناسی. آمار مبتلایان به کووید 19 و سرایت ویروس کرونا در بسیاری کشورها دوباره رو به افزایش است. در کشورهای اروپایی که تا حدودی توانسته بودند از پس موج سهمگین اول بر بیایند، حالا شمار آزمایش‌های مثبت روز به روز بیشتر می‌شود و این کشورها آماده مقابله با موج دوم کرونا می‌شوند. نگرانی عمده آغاز فصل سرما در نیمکره شمالی است. شبنم شعبانی گزارش می‌دهد. نیمکره شمالی در آستانه ورود به فصول سرد سال است و جهان هنوز نتوانسته غول کرونا را به چراغ بازگرداند. حضور این مهمان ناخوانده تا حالا به قیمت از دست رفتن جان نزدیک به 1 میلیون انسان تمام شده و باقی ساکنان زمین را هم فرسوده کرده. در اروپا جایی که کشورها با سیستم‌های بهداشتی پیشرفته سعی در مهار موج اول کرونا داشتند، حالا نشانه‌های گسترش دوباره ویروس به چشم می‌خورد. جایی که سال تحصیلی آغاز شده و موسم همیشگی آنفولانزا و سرماخوردگی‌های فصلی نگرانی‌ها را دوچندان کرده. این سخنان نخست وزیر بریتانیا که می‌گوید دولتش در حال رصد اوضاع است تا در صورت لزوم محدودیت‌هایی تازه مقرر کند. با دقت در حال رصد شیوع ویروس هستیم. همه‌گیری در روزهای گذشته در حال گسترش بوده. در این باره سوالی نیست. همونطور که در هفته‌های گذشته هم گفتم شاهد موج دوم خواهیم بود. در فرانسه، اسپانیا و دیگر کشورهای اروپایی شاهد موج دوم بودیم. گریزناپذیر است که اینجا هم شاهد موج دوم خواهیم بود. در فرانسه کووید 19 تا کنون جان بیش از 31,000 نفر را گرفته. آمار مبتلایان و قربانیان در 48 ساعت گذشته افزایش قابل توجه داشته و برای اولین بار عدد سرایت از زمان برداشته شدن محدودیت‌ها در این کشور در حال صعود است. دولت فرانسه حالا حلقه محدودیت‌ها را در بسیاری از شهرها تنگ‌تر کرده. در چند شهر از جمله نیس از مقاصد گردشگران در جنوب فرانسه گرد هم آمدن بیش از 10 نفر دوباره ممنوع شده و محدودیت هایی هم برای کافه ها، میخانه ها و غذاخوری ها وضع شده. در آلمان، کشوری که کارنامش در رویارویی با موج نخست کرونا موفق تر است، شهروندان با بیم و امید به زندگی روزمره می پردازند. اینجا در برلین، چراغ ها در اولین شب فستیوال نور روشن شدند. آنگلا مرکل صدر اعظم تاکید دارد که اگر همه مقررات بهداشتی را رعایت کنند، ادامه زندگی عادی میسر است. اما اگر شمار مبتلایان بالا رود، باید اقدامات ضروری انجام شود. در شبانه روز گذشته نزدیک به 2300 تست کرونا در این کشور مثبت اعلام شده. هرچند که بسیاری آمار بالای تست‌های مثبت در کشورهای اروپایی را نه به دلیل وخامت اوضاع که به خاطر شمار بالای تست‌های انجام شده می‌دانند. آلمان در رصد احوال کرونا، وین پایتخت همسایه همزبان خود را هم از نقاط پرخطر خوانده. جایی که تمرین ارکستر فیلارمونیک آن برای برگزاری کنسرت سالانه به تعویق افتاده تابستانی آغاز شده. هنوز هم زیر سایه کرونا. در باقی نقاط جهان از هند تا برزیل در نیمکره جنوبی شمار مبتلایان در 48 ساعت گذشته رو به افزایش بوده. وضعیتی که نامش نه موج دوم و سوم که دامه همان بحران با رشد بی‌وقفه مبتلایان و مرگ و میر روزانه قابل توجه است. در آمریکا که 6 هفته تا انتخابات سرنوشت‌ساز ریاست جمهوری دارد، کرونا علاوه بر موارد معمولش به دلیل اهمیت رای‌دهی پستی با سیاست هم پیوند خورده. دنیا شاید زیر بار کرونا فرسوده شده باشد، اما هنوز در میانه بحران است. شبنم شعبانی، BBC.
روث بیدر گینزبرگ، قاضی سرشناس دیوان عالی آمریکا، دیروز به علت سرطان لوزالمعده در 87 سالگی درگذشت. خانم گینزبرگ دومین قاضی زن بود که در تاریخ دیوان عالی آمریکا بر کرسی قضاوت در این نهاد نشست. اختلاف بر سر زمان تعیین جاینشین او به مهمترین خبر روز در آمریکا تبدیل شده. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 45 روز دیگر برگزار می‌شود. دموکرات‌ها می‌گویند برنده انتخابات باید جانشین خانم گینزبرگ را تعیین کند، نه رئیس جمهوری فعلی. بهمن کلباسی گزارش می‌دهد. گزارش بهمن کلباسی رو دیرتر خواهیم دید. اجازه بدید ابتدا گفتگوی بکنیم با سایرس مهری، وکیل حقوق بشر از واشنگتن دی سی، پایتخت آمریکا. آقای مهری، خوش آمدید به برنامه. ابتدا از اهمیت خانم گینزبرگ شروع بکنیم. چرا همه امروز در آمریکا درباره او صحبت می‌کنن؟ خب خیلی ها الان در آمریکا سوگوار هستن برای اینکه یکی از قولهای حقوقی ما، یکی از نمادهای الهام بخش عدالت، یکی از قاضیهای بزرگ دادگاه عالی فوت کرده و طبیعتاً این آمریکا رو شوکه کرده. من افتخار داشتم که کارنامه حرفه‌ای رو از همون ابتدا شاهد باشم. از آغاز او سعی می‌کرد که در زمینه برابری جنسیتی فعالیت داشته باشه، خیلی عالی کار میکرد. معمولا پرونده هایی که انتخاب میکرد پرونده هایی بودن که خیلی وقتها علیه مردانی بودن که در حق اونها اجحاف میشد و او با دفاع از این مردان میخواست نشون بده که برابری جنسیتی مهمه و قانون در نهایت باید طوری باشه که برابری رو بین مردان و زنان تضمین کنه. و بعد کم کم موفقیتش بیشتر شد و پرزیدنت کارتر در سال 1980 او رو به سمت یکی از قضات دادگاه تجدید نظر گماشت و بعد او در اون دهه تلاش میکرد که در یک از پرونده معروف از کسانی حمایت کرد، از پرونده حمایت کرد که در اون افراد تلاش میکرد از محیط زیست حمایت کنند. بنابراین من در تمام این سالها و دهه ها شاهد فعالیت های بودم و مثل خیلی از افراد دیگر تحسینش میکردم. برای بسیاری از زنانی که امروز میرن به سمت رشته حقوق، او الهام بخش بود. چه تأثیری بر زنان آمریکایی گذاشت؟ There's no way to overstate it. واقعا اغراق نمیشه کرد درباره نقشی که او داشته و الهام بخشی که او داشته. زن و مرد، پیر و جوان، همه آمریکایی‌هایی که به سمت تحصیل و دانش آموختن در رشته حقوق رفتن، او رو به عنوان یک نمونه الهام بخش دفاع از حقوق زنان نگاه می‌کردند و بسیار از زنها به واسطه او وارد این رشته شدن، برای اینکه او در واقع خط شکنی بود که دیدن وقتی او میتونه این کارو بکنه و این موفقیت‌ها رو برای خودش و البته برای زن‌ها ایجاد کنه، به سمت رشته حقوق رفتن. و واقعاً برای من هم مایه افتخار و خرسندی بود که همیشه می‌دونستم که او یک گنجینه آمریکایی است، برای اینکه از همون ابتدا شاهد فعالیت او بودم. و ما خیلی از زن‌ها که دهه‌ها از او جوان‌تر بودند، در همین 5-6 سال اخیر شاید با او آشنا شدند و زن‌های از سراسر آمریکا عکس‌های او رو در اتاق‌هاشون داشتند، به او به عنوان یک رهبر نگاه می‌کردند، به عنوان یک الگو. و بنابراین معنای او برای زنان آمریکایی بسیار بسیار زیاده و در این باره نمیشه اغراق کرد. میشه برای مخاطبان ما پیچیدگی این موضوع و ربطش به انتخابات آمریکا رو هم باز بکنید؟ این دعوایی که الان بین جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها هست بر سر تعیین جانشین او. خب موضوع خیلی مهمیه. 4 سال پیش وقتی که پرزیدنت اوباما کمتر از 1 سال به پایان ریاست جمهوریش بود و باید یک قاضی دادگاه عالی رو انتخاب میکرد، جمهوری خواهان در سنا گفتن نه، اگر که شما فقط 1 سال به پایان کارت مونده، باید صبر کنی که مردم یک رئیس جمهور جدید رو انتخاب کنن و اون رئیس جمهور
اون قاضی رو منصوب کنه. بنابراین امکان این رو ندادن به پرزیدنت اوباما که یک نامزدی برای این دادگاه معرفی کنه. درها رو بستن، گوشاشون هم بستن و گفتن نه. ولی الان در حالی که ما فقط 6-7 هفته به انتخابات داریم، همون سناتورهای جمهوری خواه دارن میگن نه نه، ما باید به سرعت یک جایگزینی از طریق پرزیدنت ترامپ برای دادگاه عالی معرفی کنیم. بنابراین این استاندارد دوگانه، این ریاکاری، خب این شوکه کننده است در آمریکا. من شخصا امیدوارم که جمهوری خواهان، سناتورهای جمهوری خواهی به تعداد کافی باشند که این به اصطلاح کرامت رو داشته باشند که این کار رو نکنند و عشق اونها به نهادهای ما و اعتبار خودشون اونقدر باشه که به سمت این استاندارد دوگانه نرن. اما اگه برن به سمت این استاندارد دوگانه، خب این تصمیم ممکنه خیلی جنجال برانگیز باشه و بسیار از زنان آمریکایی اون وقت باید به پا خیزن تا از حقوق خودشون دفاع کنن. یکی از جملات معروف او این بود که اگر برای چیزی که برات مهمه بجنگ، اما طوری بجنگ که دیگران هم باهات همراه بشن. در فضای سیاسی امروز چقدر ما شاهد این توصیه او هستیم؟ خب من چون شخصا با او آشنایی داشتم، همیشه یک وقار و کرامت خاصی از او متساعد می شد و خب او یک به اصطلاح قطب نمای اخلاقی هم بود. مثلا وقتی که زنی به نام لیلی لیدبدر به حق خودش که دستمزد برابر برای کار برابر بود نرسید و این پرونده به دادگاه عالی آمریکا رفت و در نهایت طرفداران او و خانم گینزبرگ بازنده شدند، خانم گینزبرگ گفت اگرچه ما اینجا بازنده شدیم، در بیانیه‌ای که نوشت گفتش که کنگره آمریکا باید برای مشکل چاره‌جویی کنه و در واقع این جذبه و وقار او بود که از طریق این بیانیه‌اش در نهایت به کنگره راه پیدا کرد و کنگره قانونی رو تصویب کرد که در دوره پرزیدنت اوباما تبدیل به قانون شد. و بحث دیگر بحث ممنوعیت سفر از 6-7 کشوری بود که از جمله کشور ایران که در جریانش هستند مخاطبان شما. و اونجا ما خودم یکی از عضو یکی از هیئت‌های حقوقی بودیم که در این زمینه فعالیت کردیم و این پرونده رو بردیم به کنگره. و بعد وقتی که در نهایت پرونده به دادگاه عالی رسید، اونجا باز دوباره خانم گینزبرگ طرف ما رو گرفت، طرف شواهد و ادله ما رو گرفت و گفتش که این ممنوعیت سفر یعنی محروم کردن کودکانی که نیاز دارن به پایان دوره بهبود خودشون و خدمات درمانی که در آمریکا میتونن بگیرن و به واسطه این ممنوعیت نمیتونن که به اون برسن. و بنابراین در واقع اینجا هم اختلاف خودش و مخالفت خودش با بحث ممنوعیت سفر نتیجه‌ای که داد این بود که ایرانیان آمریکایی مدارک لازم رو جلب کردن، جمع‌آوری کردن و در این زمینه فعالیت کردن. متشکرم سایرس مهری. و گزارش بهمن کلباسی رو درباره روث بیدر گینزبرگ هم ببینیم. کمتر شخصیت قضایی در آمریکا به اندازه قاضی دیوان عالی روت بیدر گینزبرگ مورد احترام و علاقه دست کم نیمی از افکار عمومی کشور که به دموکرات‌ها تمایل دارند بود، به ویژه زنان که نزدیک 3 دهه شاهد صدور احکام و آرای قاضی گینزبرگ در مسیر تغییر قوانین تبعیض‌آمیز بودند. جمعیتی که دیشب خودجوش در برابر دیوان عالی گرد هم آمدند نشانی از محبوبیت او. برای گرامی داشت یاد این قاضی خارق العاده اومدم اینجا در این جمع با اینکه خطر کرونا. متولد 1933 در محله بروکلین شهر نیویورک، پس از ازدواج و در حالی که مادر شده بود درس حقوق خواند و شاگرد اول دانشکده شد. زنی مصمم که هیچگاه اجازه نداد دست رد زدن‌های دنیای مردانه حقوق و قضا مانع پیشرفتش شود یا از پافشاری او بر حضور زنان در مهمترین نهادهای تصمیم‌گیری بکاهد.
خانم گینزبرگ اول استاد حقوق دانشگاه شد و در نهایت از سوی بیل کلینتون رئیس جمهوری پیشین برای بالاترین کرسی قضاوت یعنی نشستن بر یکی از 9 صندلی دیوان عالی انتخاب شد. دومین زن در تاریخ آمریکا که پس از رأی اعتماد مجلس سنا به دیوان راه پیدا کرد. استدلال حقوقی او بود که در دیوان عالی جا انداخت که تبعیض علیه زنان اصلا نقض قانون اساسی است. معروف است که در پاسخ به پرسشی در مورد اینکه از دید او چند قاضی زن در دیوان عالی کافی است گفت: همه 9 قاضی باید زن باشن. بعضی خیلی تعجب میکنن وقتی این پاسخ رو میدم. ولی چطور وقتی برای دهه ها 9 مرد قاضی بودن هیچکس اون رو عجیب نمیدانست. قاضی پیشرویی که پیوسته در برابر قاضیان مرد به ویژه مردان محافظه‌کار منصوب جمهوری خواهان ایستاد. او همچنین بسیار نگران بود که در دوران دونالد ترامپ فوت کند و به ترامپ فرصت دهد یک قاضی متمایل به نظرات حزب جمهوری خواه را جایگزینش کند. در 27th سال قضاوت هستم که یکی از طولانی ترین دوران خدمت در دیوان عالی است. خلاصه خیلی نگران سنم نباشید. این واهمه حالا به بزرگترین دلمشغولی دموکرات‌ها در کنار تلاششان برای شکست دونالد ترامپ تبدیل شده. به صراحت بگم رای دهندگان باید رئیس جمهوری بعدی رو انتخاب کنن، بعد اون رئیس جمهوری قاضی جدید رو معرفی کنه و مجلس سنا تصمیم میگیره که رای اعتماد بده یا نه. این موضع خود جمهوری خواهان بود 4 سال پیش که گفتن رئیس جمهور اوباما 10 ماه مانده به انتخابات نباید قاضی جدید انتخاب کنه و منتظر بمونه تا ببینیم مردم در انتخابات ریاست جمهوری به کی رأی میدن. بسیاری از ناظران معتقدند این حامیان ترامپ هستند که اطمینان از کنترل کامل محافظه‌کاران بر دیوان عالی برایشان مهمتر است و به همین دلیل انگیزه بیشتری برای رأی دادن به ترامپ پیدا می کنند. بعضی دیگر هم می گویند نگرانی در میان دموکرات ها در مورد به خطر افتادن حقوق زنان و اقلیت ها در دیوان عالی سبب می شود تعداد بیشتری از آنها در حمایت از جو بایدن به پای صندوق های رای بروند. در گذشت نابهنگام یک قاضی پرآوازه که ممکن است معادلات یکی از سرنوشت سازترین رقابت های سیاسی آمریکا را فقط 45 روز مانده به انتخابات به هم بزند. بهمن کلبوسی، BBC، نیویورک. این هفته 40مین سالگرد جنگ ایران و عراق است، جنگی که در 31 شهریور 59 آغاز شد و 8 سال طول کشید. BBC فارسی به همین مناسبت سلسله گزارش‌هایی دارد که اولین آن درباره نقش زنان ایرانی در این جنگ است. فرید ناصمی در گزارشش می‌گوید به تأثیر این زنان چندان توجه نمی‌شود. حلقه زامن رو در می‌آریم و نارنجک رو به این سمت. زنان ایرانی در دوران جنگ در نقش‌های مختلفی ظاهر شدند. نه تنها اسلحه به دست گرفتند و در بعضی موارد جنگیدند و به پشت جبهه‌ها رفتند، بلکه از زخمی‌ها پرستاری کردند، از انبارهای اسلحه نگهبانی کردند، به جبهه‌ها غذا رساندند و در یک کلام در صحنه حاضر بودند. عملیات شده بود و خیلی از مجروحامون نیمه جون واسطه بودن و آرپچه زنه زده بودن، دستش آرپچه افتاده به زنه. برداشتن، هی گفت خواهر تو جان فاطمه زهره گلوله حرام نکنه، اینجوری کرده برو بابا. تانک های عراق داشت میامد، مجروحامون همه بیشترشون زنده بودن. یه دفعه گفته بیا فاطمه زهره، پامه تکان دادم به سنگر، زدم خورد به اولین تانک. تانک زده شد، اونا دیگه نتونستن بیان، دیگه ماندن که نیرو جدید رسید. وقت زده خودم قش کرد. اینها نقشه ایست که به ندرت در رسانه های تحت مدیریت حکومت ایران به آنها اشاره شده. هر آنچه از جنگ گفته شده مردان هستند و نقششان در جنگ. اگر هم صحبتی از زنان بوده، تصویری از پختن و شستن و بچه داری بوده یا اینطور که تلویزیون دولتی ایران به تصویر کشیده. ما فکر میکنیم وظیفه خواهرها بعد از رفتن این برادر به جبهه چیه؟ حمایت از اونا، پشتیبانی کردن از پشت جبهه، کمک کردن، حجابمون، حفظ حجابمون از همه واجبتره.
در گفته‌های بالاترین مقام‌های جمهوری اسلامی هم بر این نقش تاکید شده. من وقتی که در تلویزیون می‌بینم این بانوان محترم را که اشتغال دارند به همراهی کردن و پشتیبانی کردن از لشکر و از قوای مسلح ارزشی برای اونها در دلم احساس میکنم که برای کسی دیگری نمیتونم اینطور ارزش قائل بشم. بر اساس آمار بنیاد شهید، تعداد زنان کشته شده در جنگ ایران و عراق 6428 نفر است. 500 نفر از این زنان در جبهه جنگیده بودند. تعداد جانبازان زن هم 5735 نفر است. در و دیوارهای شهرهای مختلف و پوسترهای جنگ همه مردانه هستند. هیچگاه تصویر زنی که در جنگ کشته شده در نقاشی‌های روی ساختمان‌های شهر دیده نمی‌شود. سهم زنان کشته شده در جنگ از کوچه ها و خیابان هایی که معمولا نام شهید می گیرند محدود است. سال گذشته شورای شهر تهران گفت قصد دارد نام زنان کشته شده در جنگ را هم به کوچه ها اضافه کند. در طول 8 سال جنگ ایران و عراق بیش از 22,000 امدادگر زن و بیش از 2,000 پزشک زن به جبهه ها اعزام شدند. سیمین یکی از این پرستارها بود. هر کسی در حد توانش باید کاری می کرد. منم داوطلب شدم برم جبهه. به عنوان یک زن خیلی تحقیر شدم. چادر رو برامون اجباری کرده بودن. خیلی ما زنها رو آدم حساب نمی کردن. جامعه زیاد حامی ما نبود. به همون دلیل که بقیه مواقع هم زنها رو حساب نمی کنن. به نظرم براشون کسر شأنه که بگن زنها هم در جنگ نقش داشتن. چون کلن جایگاه زنها رو تو خونه می بینن. در سالهای اخیر بسیاری از فعالان حقوق زن از سیاست جمهوری اسلامی نسبت به زنان انتقاد کردند. سیاست جمهوری اسلامی در همین واقع این که این همه ادعا ده گروه های مقامون حتی گروه های اصلاح طلب هم کردن که حالا برحال ما تا حدودی مثلا موافقشون بودیم و همراهشون بودیم، حتی به جایی میرسیده که خانم ها میخواستن تا یک مرحلهی به یک پیشرفتی دست پیدا کنن فورا سد ایجاد میکردن، موقعیتشون رو محدود میکردن. مثلا ببینید دقیقا اینها معتقدن مثلا همین بحثی که هستش، یعنی اینا معتقدن که در واقع چون من با طیف‌های مختلفشون اصولگرایان و اصلاح طلب و اینا کار کردم، در کل یه عقیده دارن، عقیده یعنی جایگاه زن رو همون چیزی که خودتون اشاره کردین در خانه میدونن، یعنی بچه دار شدن و فلان اینا. مقوله جنگ و به قول خودشون دفاع مقدس چیزی بوده که میگه در انحصار مردان بوده. مینو بدی از زنان روزنامه‌نگاری بود که برای تهیه گزارش به مناطق جنگی رفت، اما سفر او با مخالفت و نگرانی مردان روبرو شد. یک هفت‌هشت ماهی داشتن شورای سردبیری روزنامه مذاکره میکرد که این خانمای همکارون برن آخه مثلا چرا نباید برن اینا، خلاصه که قبول کردن. به هر حال ما از همون زمانی که راه افتادیم گفتن که ما یه گروه 3 نفری بودیم که از خانما راه افتیم با یه آقای عکاسی که کنار ما اومد و از گفتیم نه ما عکاس نمیخوایم، به سلام خانم عکاس جنگ بوده، ایشون خودشون هستن و عکسای مربوطه رو خیلی قوی هم میگیرن و ما هم 2 نفر دیگه به سلام گزارش نویس هستیم. بعد گفتن نه چون شما دارید میرید پشت جبهه‌های جنگ، یه آقایی که از اصلا به سرویس گزارش به گروه گزارش ربطی نداشت، در واقع از سرویس شهرستانا بود، ما خودمون از زیر چتمون رو آوردیم بیرون. به هر حال این نگاه سنتی خانم آسمی بود و اینا به هر حال، ولی خب من خودم فکر می‌کنم در اون سفری که بود به رغم همه محدودیتایی بود ما صد و شکستیم. در جنگ ایران و عراق از زنان کمتر صحبت شده، چه زنانی که به جنگ رفتند و چه زنانی که جنگ به شهر و خانه آنها آمد. در روایت رسمی جمهوری اسلامی از زنانی که جنگیدند اما در چارچوب ایدئولوژیک جمهوری اسلامی جا نمیگیرند نشانی نیست. فرین آسمی، BBC. بلند شب خوش.